سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا رو همراه خودمون داریم. آقای دهقان، داشتن وکیل و حق داشتن وکیل در قانون اساسی حتی جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده، اما ما شاهد هستیم که وکلا دستگیر میشن، به معترضان اجازه نمیدن که وکیل داشته باشن و ازشون دفاع بکنن. این جریان رو چطور شما میبینید؟ واقعا به کجا داره میره این دستگیری وکلا؟ ببینید، واقعیتش اینه که در یک عبارت میشه کل این رفتار حکومت رو تعریف کرد. حکومت دچار ترقی معکوس شده در حوزه دفاع از حقوق شهروندان که وظیفه ضابطه حرفه‌ای وکلاست، قوه‌قضاییه دچار ترقی معکوس شده. الان من توضیح میدم که چرا. البته من فکر نمی‌کنم برای توضیح دادنش مقایسه بین نظام قضایی جمهوری اسلامی در این 40 چند سال با نظام قضایی دادگستری نوین پیش از انقلاب اسلامی مقایسه درستی باشه، چون هم در حق نظام قضایی مدرن پیش از انقلاب اسلامی و وکالتی که خب شأن داشت، اعتبار داشت، دستگاه قضایی معتبر بود و شرایط و فرایند بسیار حرفه‌ای بود، در حق اون دادگستری نوین جفاست چنین مقایسه‌ای. و خب به نظام قضایی جمهوری اسلامی با این رفتار ضد انسانی و غیر قانونیش کردیت داده میشه چنین مقایسه‌ای. ما بهتره که قوه قضاییه رو تو همین 40 چند سال فقط مقایسه کنیم و بگیم که چرا ترقی معکوس. ببینید، ما یه زمانی به عنوان وکیل در دادگستری جمهوری اسلامی حق حضور و پیگیری داشتیم، ولی خیلی اجازه دفاع نداشتیم. از یه مرحله به بعد این اومده شده اجازه ملاقات نداشته باشیم، بعد کم کم اجازه دسترسی به پرونده نداشته باشیم، بعد کم کم اجازه اعلام وکالت در پرونده ها نداشته باشیم. جالب اینجاست که همه این در واقع اجازه ندادن ها با ابزار قانون صورت گرفته، یعنی قانون بر ضد آزادی شده. به همین دلیل هم من تاکید کردم ما مدتیه که دچار فروپاشی حقوقی شدیم. اما از یک مرحله به بعد، یعنی از آبان 98 که ما الان در آسانه سالگردش هستیم، دیگه اجازه ورود وکلا به دادسرا ندادن که اصلا وارد دادسرا بشن. حالا در وضعیت انقلابی فعلی در 1401، در این حدود 60 روز گذشته، حتی اجازه ورود به ساختمان دادگاه انقلاب هم نمیدادن. یعنی حتی برخلاف همون تفسیره ماده 48 که خود آقایون میگن ننگینه ولی ازش نهایت سوء استفاده رو میکنن، اجازه ورود به دادگاه رو دیگه حداقل این تفسیره میداد، اما اجازه ورود به ساختمان دادگاه انقلاب هم به وکلا ندادن. حالا این ترقی معکوس رشدش بالاتر رفته. حالا وکیل رو در فرودگاه مهرآباد دستگیر میکنن، اجازه نمیدن پرواز کنه، مثلا بره دفاع از هموطنان ما در سیستان و بلوچستان بکنه، پیگیری کنه، روند کار رو ببینه. یعنی در فرودگاه دیگه اجازه نمیدن بره. خب من فکر کنم با این سرعت ترقی معکوس احتمالاً هفته دیگه یا هفته های دیگه ما با شرایطی مواجه بشیم که وکیل از خونه‌ش هم دیگه نتونه بیرون بیاد، در حالی که ما در سال‌های گذشته حدود 50 وکیل حقوق بشری داشتیم. در این سال‌های اخیر به ویژه بعد از آبان 98 عملاً تعداد وکلای حقوق بشری به 10 نفر رسیدن. علتش هم اینه که موانع وکالت در جمهوری اسلامی بسیار زیاد شده و وکیل حقوق بشری برای دفاع از هموطنانش انگار باید روی میدان مین راه بره که اونم بده نقشه. خب این شرایطی که الان ما داریم می‌بینیم برای شهروندان به بی‌پناهیشون بیشتر دامن می‌زنه و وکلای حقوق بشری هم همین تعداد اندک هم که باقی موندن، خب ما میدونیم که خیلی از وکلا جز زندان هستن، خیلی ها مجبور شدن اجبارا بازنشسته بشن، خیلی هاشون محروم از وکالت شدن، خیلی هاشون هم در واقع دچار کوچ اجباری شدن و از کشور خارج شدن. خب در این شرایط در واقع تعداد محدود وکلای مثل آقای مصطفی نیلی که واقعا امید شهروندان بود، اینم در واقع این امیدم داره از بین میره. ممنون از توضیحات شما سعید دهقان، وکیل دادگستری.